سخنران بعدی ما خانم رویا قیاسی، فعال حقوق بشر، عضو خانواده جانباختگان دهه 60، و موضوع سخنرانی ایشان پیام دادخواهی مادر یک جانباخته دهه 60 است. بفرمایید. ما به کی باید شکایت کنیم؟ یقه چه کسی رو باید بگیریم؟ یعنی تو این دنیا به این بزرگی یه دادگاهی، محکمه ای، چیزی نیست که به درد دل ما، به شکایت ما رسیدگی کنه؟ حتما تا حالا صحبت‌های بسیاری شنیده اید که چطوری به پدر و مادرها خبر می‌دادن که بچه‌هاشون رو اعدام کردن. اول انقلاب اکثر عزیزان ما رو توی روزنامه‌ها می‌زدن و می‌نوشتن دستگیر شدگان تظاهرات 30 خرداد حتی بدون شناسایی تیرباران شدند. من بی سواد، شما با سواد و تحصیل کرده، درس حقوق خونده، میشه کسی رو که هنوز شناساییش نکردین فقط چون تو تظاهرات بوده محاکمه کنین و بعد جرمشو ثابت کنین و بعدم اعدامش کنین؟ خلخالی میگفت ما اعدام میکنیم، اگه بیگناه باشه به بهشت میره، اگرم گناهکار باشه به جزای اعمالش رسیده. آخه اینم شد حرف؟ فرزندان ما رو اینجوری و توسط این آدما محاکمه میکردن. متاسفانه این آدما امور مملکت ما رو به دست گرفتن. از اعدام‌های دست جمعی، گورهای دست جمعی، از انسان‌هایی که هنوز هم گوری ندارن و معلوم نیست این رژیم چه بلایی سرشون آورده، حتما خیلی چیزها شنیدین. اگر ما مادرها بخوایم از دردهامون و از ظلم‌هایی که به ما روا شده سخن بگیم، میشه مثنوی 70 من. خود بچه‌هامون هم که دیگه نیستن که بگن چه بلاهایی سرشون آوردین. بعضی هاشون، اونایی که از این زندان ها جان سالم به در بردن، گفتن و نوشتن. بعضی هاشون هم اصلا هیچی نگفتن، برای که میگن بیان مصیبت عین مصیبت است. بعضی هاشون هم که اصلا مثل من بی سواد بودن، نمیتونستن بنویسن، کسی رم نداشتن که براشون بنویسه و حرفشونو به گوش بقیه برسونه. هیچ کس توی دنیا نمیتونه قساوت و ظلم و ستمی رو که بر مردمی روا شده درک کنه، مگر اینکه سرش اومده باشه یا به چشمش دیده باشه. قساوتی هم که بر ما روا شد کسی درک نکرد، دنیا نفهمید که چه بلایی سرمون آوردن. من میگم سعی کنین وقتی یک نفر براتون تعریف میکنه چشماتونو ببندین، سعی کنین حرفای اونو جلوی چشمتون مجسم کنین، شاید اون موقع بتونین کمی درک کنین. دیروز دخترم رو از زندان به بازداشتگاه انتقال داده بودن. رفتم بازداشتگاه تا بپرسم چرا جای دخترمو عوض کردن و اونو کجا میخوان ببرن. چیا گفتم و چیا شنیدم بگذاریم. خلاصه خیلی گریه و زاری کردم و ازشون پرسیدم که دخترمو کجا میخوان ببرین. به هم یه آدرسی دادم. گفتم من بی سوادم، نمیتونم بخونم، به هم بگین دخترمو کجا بردین. به هم گفت برو پزشک قانونی. پیش خودم تکرار کردم پزشک قانونی؟ فکر کردم دخترم رو بردن پلوی پزشک.
قانونی هم شاید به این دلیل که زندانی بوده باید دکتر خودشون باشه، به همین دلیل میگن پزشک قانونی. پرسیدم ولی من دیروز که دخترمو دیدم حالش خوب بود، چرا بردینش دکتر؟ چه اتفاقی افتاده؟ به هم گفتن که وقتی که دیدن من بی سوادم، وقتی دیدن اطلاعی ندارم، شروع کردن به خندیدن و با تمسخر به هم گفتن یه کمی حالش بد بود، بردیمش پلو دکتر مطمئن بشیم حالش خوبه، بهترم میشه. پاسداران میخندیدن و من گریه میکردم، با خنده و در واقع با تمسخر به من مادر میگفتن حالا برین بگین ما با زندانیا بد رفتار میکنیم، ببین خودت گفتی حالش خوب بود، ولی ما باز بردیمش دکتر برای اینکه مطمئن بشیم. خوب بود میذاشتیمش درد بکشه، زجر بکشه؟ میگفتن و میخندیدن. اون موقع من نفهمیدم چرا میخندن، ولی ترس تمام وجودم رو گرفت. میترسیدم که الان اگر یک کلمه بیشتر بگم دخترم رو دوباره میبرن زیر شکنجه یا میبرنش سلول انفرادی. برای همین شروع کردم ازشون تشکر کردن، گریه کنان براشون آرزوی سلامتی کردم و میگفتم ممنون، ازتون متشکرم که دخترم رو بردین پزشک قانونی. بعد فهمیدم که پزشک قانونی یعنی چی. حالا شما تصور کنین، سعی کنین احساس منو بفهمین که چه احساسی پیدا کردم وقتی که فهمیدم پزشک قانونی کجاست و سر دخترم چه بلایی آوردم. شما بگویید چرا این پاسداران، چرا این قاضی‌ها با ما چنین کردن؟ من از قاتلان فرزندانم تشکر کردم که اونا رو کشتم. به هر حال با این کاغذپاره که آدرس پزشک قانونی روش نوشته بود به دست دنبال تاکسی رفتم. اولین تاکسی که ایستاد سوار شدم. گفت مادر کجا؟ همه چیزو تونتون براش تعریف کردم و آدرس رو دادم به دستش. نمیدونم چقدر طول کشید که بالاخره حرکت کرد. اصرار کردم که تونتر بره، ولی یهو کنار خیابون پارک کرد و گفت مادر تنهایی راد نمیدن، اصلا تو نمیتونی تنهایی اونجا بری. گفتم چرا؟ گفت بهتره نری. گفتم چرا؟ منظورت چیه؟ هیچی نگفت. بعد گفت اصلا تنهایی راد نمیدن، تو پزشک قانونی فقط مردا رو راه میدن. گفتم یعنی چی؟ مگه میشه حالا اومدیم یکی مرد نداشت؟ گفت بالاخره پسری، عمویی، کسی رو پیدا کن. از من اصرار، از اون انکار. خلاصه من رو متقاعد کرد که برای رفتن به پزشک قانونی باید مرد همراه باشه. خب البته اینم تو این مملکت ما همچی چیز غریبی نبود. گفتم شوهرم فوت کرده، گفت پسرتو همراهت ببر. بعد آدرس خونم رو پرسید، منو تا در خونه رسوند. منم تو راه شرح حال زندگیمو میگفتم و او هی آه میکشید. از تاکسی پیاده شدم، راننده ازم پول نگرفت. گفت مادر برو به پسرت بگو خودش همه کارا رو ردیف میکنه. پسرم به پزشک قانونی رفت. میگفت خواهرم تنها نبود، سردخونه پر بود از جسد، زمین سردخونه هم پر از جسد بود. تا حالا این همه جسد کنار هم دیگه ندیده بودم، حتی تو جنگ. خیلی سعی کردم که پامو روی اجسادی که روی زمین سردخونه بود نذارم، تا اینکه مسئول سردخونه فریاد زد آقا زود باش. در کشویی رو باز کرد و من خواهرم رو دیدم. من مادر آرزو میکنم نمیرم و دادگاهی رو ببینم که این جانیان در اون محاکمه میشن. این رژیم یکی رو به خاطر دینش
یکی رو به خاطر بیدینیش اعدام کرد، یکی رو به خاطر ترک بودن، یکی رو به خاطر عرب بودنش، یکی رو اونقدر زد تا مرد، دیگری رو کاری کرد که خودش رو کشت، یکی جنون گرفت. این آخوندها و عمامه به سرها سینما رکس آبادان رو به آتش کشیدن، زن و بچه را در سینما با بنزین هواپیما سوزوندن، عین هیتلر مردم را سوزوندن. چرا هنوز دنبال نازی ها میگردین و محاکمش میکنین ولی این آخوندها رو کاری ندارین؟ چرا؟ این رژیم زن آبستن رو تیربارون کرد، بچه های 10-12 ساله رو کشت، زنان رو سنگسار کرد، چقدر جوون رو از کوه پرت کرد، دست و پا قطع کرد، عزیزای مردم رو روی چوبه های در چند روز آویزون نگه داشت، به جر سقیلا بست، توی شهرها گردوند. ما اینا همه رو به کی بگیم؟ به کدوم دادگاه شکایت کنیم؟ از 8 سال جنگ خانمان سوزی که خمینی راه انداخت و جوونه مردم رو روی مینها فرستاد دیگه هیچی نمیگم. میگن ببخش خودت راحت تر میشی، ولی اصلا اینجوری نیست، اصلا راحت تر نمیشم، تازه خیلی هم ناراحت میشم، برای اینکه به من ظلم شده، جون بچه‌مو گرفتن، جون هزاران نفر رو گرفتن، حالا ما مثل ترسوها، مثل بزدلا، مثل آدمهایی که در مقابل ظالمان سر فرود میاریم ساکت بشینیم؟ فرزندانمونو به خاطر عدالت و برابری با اینها جنگیدن و جونشون رو از دست دادن. ما باید از اونها یاد بگیریم، در مقابل ظلم و ستم سر فرود نیاریم و ظالم رو به دادگاه بکشیم. اینها باید جواب پس بدن. تازه کدومشو ببخشم؟ به من بگین کدومشو ببخشم. اگر یکی بود میگفتم بخشیدم، اگر یک بار بود میگفتم بخشیدم. هنوز که هنوزه دارن بچه های مردم رو میکشن، پول تیر میگیرن. کشتار بچه های مردم رو که همینجوری نمیشه بخشید. آره من با صدای بلند میگم من نمیبخشم، من خمینی رو نمیبخشم. او بود که دستور تمامی این جنایت ها رو داد. دست اندرکاران این رژیم رو هم نمیبخشم. اینها باید محاکمه بشن. به من بگویید، به من بگین کجا برم، به کی شکایت کنم، کدوم دادگاه به درد دل من میرسه. من درس قضاوت نخوندم، دادرسی هم بلد نیستم، نمیدونم، من بی سوادم. اما شمایی که درس خوندین، قضاوت میدونین، وکیل هستین، قاضی هستین، دفتر و دستک دارین، سازمان دارین، پولای کلون دارین، به من بگین من کجا باید برم شکایت کنم. در ایران سران مملکت خودشون دستشون به خون آغشته است، معلومه که این کار میکنن. بعضی ها که ادای کی بود من نبودم در آوردن و اصلا میگن ما خبر نداشتیم. من نمیدونم اون موقع که بچه های ما را دست دسته میکشتن، این آقایون و آقازاده ها خواب تشریف داشتن؟ شما قاضی های جهان، سازمان های جهانی، شمایی که مثلا به ایران اومدین که ببینین سر بچه های ما توی زندان ها چی آوردن، سر ما چی آوردن؟ چه کار کردید؟ نه به من بگین چه کار کردید. هر کسی یه دلیلی میاره که از مسئولیت سر باز کنه. یکی میگه منو نذاشتن بیام ایران، یکی میگه من اومدم ولی نذاشتن با زندانی ها ملاقات کنم، یکی میگه من به این کشتارها رسیدگی نمی کنم، من به کشتاری که از سال فلان تا فلان بوده رسیدگی می کنم، یکی میگه چون ایران این قرارداد رو امضا نکرده ما نمیتونیم کاریش کنیم، یکی میگه چون هنوز رژیم سر کاره ما نمیتونیم محاکمش کنیم. من میگم خیلی زحمت کشیدیم.
اگر این رژیم در قدرت نبود، اگر سرنگون بشه، ما خودمون براشون دادگاه تشکیل میدیم، ما خودمون اونا رو دادگاهی میکنیم، نه از اون دادگاه هایی که اونا برای بچه های ما تشکیل دادن. ما که جانی و خونخوار نیستیم، ما که پول و قدرت و مذهب کورمون نکرده، ما خانواده جوانانی هستیم که به انسان و انسانیت و به آزادی و به عدالت اجتماعی و برابری اعتقاد داشتن. ما راه فرزندانمونو میریم، ما به کسی ظلم نخواهیم کرد. ما مادران خلاف آرمانهای فرزندانمون عمل نمی کنیم، دقیقا راه اونها رو ادامه میدیم. اما شما چه میدونم، این سازمانهای ملل، این دادگاه‌های بین‌المللی، این قاضی‌ها، این وکیلا که برای دفاع از حق و حقانیت وکیل شدن، ما شما رو الان لازم داریم که این رژیم‌ها سر کارن. این رژیم‌هایی که به زبان من مادر بی‌سواد، جنایتکار، دزد، پست، رزل، به زبان شما فاشیست، دیکتاتور و از این چیزها. ما به شما زمانی که اینا سر کار هستن احتیاج داریم. چجوری بگم؟ به من بگین به کجا شکایت کنم؟ به کدوم دادگاه؟ من مادر این ظلم ها رو نه بر خدا می بخشم، نه بر بنده خدا، نه بر خمینی، نه بر ایلو تبارش. همه جا فریاد می زنم من شاکیم. به کی باید شکایت کنم؟ کدوم دادگاه به درد دل من می رسه؟ شما قاضیان، وکلا، شمایی که برای دفاع از حق و حقانیت وکیل و قاضی شدید، شمایی که مثلا از کشورهایی میاد که در کشورتون ظلم کمتر هست، دموکراسی داریم، شما چه کار میکنید؟ چه کار کردین؟ چه کار حاضرید انجام بدین؟ شما را قسم به اون چیزی که اعتقاد دارین، مگر قسم نخوردین که برای عدالت کار کنید؟ یا لباس قضاوت، وکالت از تن برکشید، یا کاری کنید. شاملو میگه چیزی بگو قبل از آن که در عشق غرق شدم. من مادر میگم کاری کنید قبل از آن که در خون غرق شویم. با تشکر.